بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزادك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه می دانیم که شهر مدینه منوره هجرتگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، شهری که اهل آن این افتخار را داشتند که میزبان رسول الله صلی الله علیه و سلم و پشتیبان اسلام باشند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که به این شهر تشریف بردند، شهر تغییر کرد، هم نامش تغییر کرد و هم مردمش تغییر کردند و هم ویژگی ها و فضایلش تغییر کرد. این شهر قبلا نامش یثرب بود و نام نامناسبی بود، و رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که تشریف آوردند در این شهر مدینه منوره که یثرب بود در آن زمان، نامش را هم عوض کردند. نام یثرب از نظر لغوی از تثریب هست. تثریب یعنی توبیخ، لا تثریب علیکم، یعنی ملامتی نیست بر شما، توبیخی نیست بر شما. یا اینکه از ماده ثرب هست و ثرب به معنی فساد هست، و این کلمه نامناسبی هست. شاید هم به خاطر اینکه آب و هوایش خوب نبوده در آن زمان، در قدیم ها این رو یثرب نامگذاری کرده باشند. و جالب این از زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره شدند، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این مطلب رو روایت میکند، میگوید که قدمنا المدینه و هی اوب و ارض الله، میگه ما به مدینه منوره اومدیم و مدینه و بادارترین سرزمین الله متعال بود. یعنی آب و هوایش با مردم سازگار نبود، و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند در شهر مدینه منوره دعا کردند. دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که اللهم حبب الینا المدینه کما حببت مکه او اشد. پروردگارا شهر مدینه را برای ما محبوب بگردان، همان گونه که مکه را محبوب گردانیدی، بلکه شدیدتر از آن. و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکه بیرون آمدند، خطاب کردند به مکه که تو بهترین سرزمین و محبوبترین زمین نزد الله متعال هستی. اگر مردم مرا اخراج نمی کردند، من بیرون نمی رفتم. در مورد مدینه فرمودند پروردگارا مدینه را در دلهای ما محبوب بگردان، مانند مکه و بلکه بیشتر از مکه. و دعا کردند که پروردگارا این وبای مدینه را منتقل کن به جحفه. شاید به این خاطر بوده که
نامش یثرب بوده، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم نامش مدینه را عوض کردند و نامی که دلالت بر خوبی دارد، نامی که دلالت بر فضل دارد، اون نام را بر مدینه منوره گذاشتند. ایشان در حدیثی که در صحیح مسلم هست فرمودند انها طیبه، انها طیبه، یا در برخی روایات طابه اومده، طیبه و طابه، یکی از نامه های مدینه منوره هست. در مقابل یثرب که از ثرب گرفته یا از تثریب گرفته شده به معنی ملامت یا به معنی فساد، رسول الله صلی الله علیه وسلم نام طیبه را انتخاب کردند، طیبه یا طابه. اینها طیبه، طیبه هست، سازگار هست، زیبا هست، پاک هست. و اینها تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضه، و مدینه پلیدی ها و آلودگی ها را دور می کند، می زداید، همان گونه که آتش ناخالصی های طلا و نقره را از بین می برد. و فرمودند که من سم المدینة یثرب فلیستغفر الله عز و جل، هی طابه، هی طابه. هر کسی که مدینه را نامش را بگذارد یثرب، یا با نام یثرب ذکر بکند، استغفار بکند، هی طابه، هی طابه. این یثرب نیست، طابه هست، طابه. طابه و طیبه دو تا نام از نامه های مدینه منوره هستند که بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند به مدینه منوره، این نامه ها گذاشته شد و به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا المدینه، نام اختصاصی شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یکی از ویژگی هایی که این شهر دارد، قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این شهر را حرم قرار دادند و دعا کردند برای ساکنان این شهر و محدودیت هایی را گذاشتند که کسی حق ندارد درختانش را قطع بکند، گیاهانش را قطع بکند، کسی حق ندارد که شکار بکند در این منطقه، یا چیزی را که افتاده بردارد. در مدینه منوره هر کسی که بدعتگذاری بکند یا از بدعتگذاری حمایت بکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، لعنت الله و فرشتگان و تمام مردم بر اون باد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب کردند و تشویق کردند که تا جایی که میتوانید در مدینه منوره ساکن بشوید. یک قومی که از مدینه منوره خارج میشدند بعد از فتح رسول الله صلی الله به طرف یمن رفتند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود والمدینه تو خیر لهم لو کانوا یعلمون، مدینه برایشون بهتر بود اگر میدونستند. یعنی به هیچ عنوان انسان نباید شهر مدینه را ترک بکند. کسی که فرصت داده شده و میتواند که در مدینه زندگی بکند، این را عوض نکند به جای دیگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند روایت صحیح مسلم لا يدوها احد رغبه عنها الا ابدل الله فيها من هو خير منه، هر کسی که از شهر مدینه بیرون برود، خوشش نیاد از مدینه، الله متعال از او بهتری رو در مدینه منوره می آورد. و فرمودند هر کسی که بر سختی های مدینه و مشقت های مدینه تحمل بکند و صبر بکند این را، الا كنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه، من در روز قیامت شفاعتش میکنم. و تهدید فرمودند رسول الله صلی الله علیه وسلم که ولا يريد احد اهل المدينه بسوء الا عذابه الله في النار ذوب الرصاص او ذوب الملح في الماء، هر کسی که اهل مدینه را حرمتش را بشکند،
اذیت و آزاری برساند به اهل مدینه، الله متعال او را مانند سربی که در آتش گداخته می شود و آب می شود، یا مانند نمکی که در آب ریخته می شود و ذوب می شود، الله متعال اون فرد را همین گونه ذوب خواهد کرد. مدینه منوره حرمت دارد و اهل مدینه همشهری های رسول الله صلی الله علیه و سلم حرمت دارند و هر کسی که علیه آنها قیام بکند، آنها را بترساند، ضرر و زیانی به آنها برساند، این نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل حالش می شود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آنگونه که در سنن ابن ماجه اومده فرمودند که من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل فانی اشهد لمن مات بها. هر کسی که می تواند در مدینه بمیرد این کار را انجام بدهد، من در روز قیامت برای شهادت می دهم. یعنی این که سعی بکنید که در مدینه زندگی بکنید و مرگتان در مدینه منوره اتفاق بیفتد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آنگونه که در صحیح بخاری اومده همیشه دعا می کردند اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک، اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک، پروردگارا شهادت در راه خودت را نصیب من بگردان، وجعل موتی فی بلد رسولک، و مرگ مرا در شهر پیامبرت قرار بده. دعای عجیبی بود در اون زمان، هم شهادت نصیبش بشود و هم این که در مدینه منوره بمیرد. ظاهراً با هم دیگر جمع نمی شدند، زیرا که مدینه مرکز خلافت اسلامی و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم و منطقه امنی بود. اما ایشون دعا کردن پروردگارا مرا شهادت هم نصیب بفرما و وفات مرا در شهر پیامبرت بگردان، و این دعایش رو الله متعال اجابت کرد. و یکی از مواردی که در مدینه منوره هست، فضیلتی که هست، کسانی هستند که در بقیع دفن هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه می رفتند به زیارت قبرستان بقیع و برای اهل بقیع دعا می کردند. حدود 10,000 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسران رسول الله، دختران رسول الله و تعداد زیادی از تابعین و تبع تابعین در قبرستان بقیع دفن هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمانی که حیات داشتند، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می فرماید که هر شبی که نوبت من بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل من بودند، در آخر شب می رفتند و برای اهل بقیع دعای خیر می کردند. و قطعا در روز قیامت هم انشاءالله شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را خواهند داشت. رسول گرامی اسلام وقتی که می رفتند به قبرستان بقیع دعا می کردند، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام می دادند، درود بر شما ای مؤمنانی که در این منطقه خوابید، و اتاکم ما توعدون، و اون مرگی که بر شما مقدر بود اون به شما رسید. و در ادامه می فرمایند که و انا انشاء الله بكم لاحقون، ما هم به شما خواهیم رسید و شما را در میابین. اللهم اغفر لأهل البقیع الغرقت، این دعا را می کردند، پروردگارا اهل بقیع را مغفرت بفرما. فضیلتی هست که بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل، اگر می توانید در مدینه زندگی بکنید که مرگ شما در مدینه اتفاق بیفتد، این کار را انجام بدید. و فرمودند که من شفیع شما خواهم بود یا شهید خواهم بود، شهادت می دهم برای شما. و یکی دیگر از فضائلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شهر مدینه بیان کردن، خرمای مدینه منوره هست به صورت کلی.
در روایتی در صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من اکل سبع تمرات مما بین لابتیها حین یصبح لم یضره سم حتی یمسی. هر کسی که روزانه قبل از صبحانه 7 دانه خرما از بین لابته مدینه در میان 2 حره مدینه، حره شرقیه و حره غربیه، هر کسی که روزانه 7 دانه خرما از شهر مدینه بخورد در اون روز تا شب هیچ سمی بر اون اثر نمی کند. و در روایتی دیگر این فضیلت در مورد خرمای عجوه اومده. در این روایت صحیح مسلم به صورت مطلق هست، تمام خرماها را در بر می گیرد و بنابر روایات دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی که روزانه 7 دانه خرما از خرماهای عجوه مدینه منوره بخورد در اون روز سحر و سم بر اون اثر نمی کند. و این یک فضیلتی هست که و یک برکتی هست که به سبب دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم حاصل شده. رسول الله دعا کردند، دعای برکت کردند برای مدینه، برای غذای اهل مدینه که در مدشون و در سا و پیمانه هایشون الله متعال برکت بدهد. همان گونه که حضرت ابراهیم علیه السلام برای مکه دعا کرده بودند. این دعا را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل مدینه فرمودند. و همچنین در مورد شفای بیماران هم اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت صحیح مسلم هست که هرگاه که یک فردی بدنش درد می گرفت یا زخم بود، آبله بود بدن کسی، رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت سبابه خودشان را با آب دهن می آمیختند و این را بر روی زمین می گذاشتند و راوی این حدیث این کار را انجام داد. فرمودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم انگشت سبابهشون را با آب دهانشون آغشته کردند و گذاشتند بر روی زمین و فرمودند بسم الله تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفا به سقیمنا باذن ربنا، که به نام الله خاک زمین ما آمیخته با آب دهان برخی از ما به اذن الله متعال بیمار ما را شفا خواهد داد. و یک فضیلتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای این منطقه بیان فرمودند. و فضیلتی دیگر این هست که الله متعال بنابر دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی را که اهل مدینه را بترسانند، ایجاد رعب و وحشت بکنند، الله متعال اونها را مورد لعن و نفرین قرار می دهد. و دعا کردند رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم من ظلم اهل المدینه و اخافهم، پروردگارا هر کسی که اهل مدینه را مورد ظلم و ستم قرار بدهد و آنها را بترساند، ایجاد رعب و وحشت بکند، فاخفه، پروردگارا تو هم او را بترسان، او را در وحشت بینداز در روز قیامت. و علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، لعنت الله و فرشتگان و مؤمنان بر اون باد و در روز قیامت الله متعال از اون هیچ گونه بها و فدیه رو قبول نمی کند. و یکی دیگر از فضایل مدینه منوره که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده در صحیح بخاری این است که در آخر الزمان دجال نمیتواند که وارد این شهر بشود و همچنین وارد مکه مکرمه. در ورودی های شهر مکه و مدینه الله متعال فرشتگانی را به عنوان پاسبان و نگهبان گذاشته که از ورود دجال منع میکنند. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لیس من بلد الا سیطعه الدجال الا مکه والمدینه، هیچ شهری نیست مگر اینکه دجال اونو تصرف میکند، در اون پا میگذارد.
همه جا رو میگیرد دجال به استثنای مکه و مدینه که نمیتواند وارد مکه و مدینه بشود. لیس له من نقابها نقب الا علیه الملائکه صافین یحرسونها. در هر زاویه، در هر ورودی مکه و مدینه الله متعال فرشتگانی را گماشته صف بستند که مدینه منوره را حفاظت میکنند. این فضیلت بسیار بزرگی هست. در روایت دیگر اومده که دجال میآید نزدیک مدینه و نزدیک کوه احد میآید، اما نمیتواند که وارد بشود و بعد از آن به طرف سرزمین شام میرود. و جالب هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در اون زمان که دجال بیاید، دجال نمیتواند وارد مدینه منوره بشود، اما در اون زمان اتفاقی در مدینه میافتد که زمین لرزه‌ای رخ میدهد در مدینه منوره تا سه مرحله. توسط این زمین لرزه هر گونه کافر و منافقی که در مدینه باشد خود به خود از مدینه بیرون رانده می شود. الله متعال مؤمنان را در شهر مدینه حفظ می کند. این گوشه از فضایل و ویژگی های شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. ما هم در هر جا که هستیم اگر الله متعال به ما این توفیق را عنایت فرمود که روزگاری برویم مکه و مدینه را زیارت بکنیم و در آن عبادت بکنیم الله متعال را در حرم مکی و مدنی، انشاءالله این موارد را آویزه گوش خودمون قرار بدهیم تا مبادا در شهر مکه و مدینه کار خلاف دستور الله متعال، کاری که به عنوان حرمت شکنی محسوب بشود، مبادا در شهر مدینه انجام بدهیم. الله متعال همه من و شما را انشاءالله مشمول شفاعت و شهادت و گواهی رسول الله صلی الله علیه وسلم بگرداند. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين.